تحصیل سال خانشی 2021-2022 از یکم سپتامبر آغاز می شود. سال گذشته بنابر پاندمی کرونا ویروس تحصیل در مؤسسه های تعلیمی از 17 آگوست آغاز گردیده بود. امسال باشد سال خانشی نو چون سال های پیشتر از یکم سپتامبر آغاز کرده می شود. در این باره معاونی سرداری ریاست معارف ولایت سوخ سیف الله رحمتوف به ما اطلاع داد و تاکید کرد که سال روان بیش از 60,000 نفر خواننده به صنف اول قدم می گذارد. خوانندگان روزی یکمی سپتامبر من روی همچون روزی دانش روزی چی یک تنتنه می کنند همون طبقی ترتیبی معین گردیده چور بینی ها برگزار می گردد و سال خانش آغاز می گردد. الحال حاضر ریاست معارف ولایت برای برگزار نمودنی مشورتی آگوستی آموزگاران و کارهای سکسیانی برای آموزگارانی فنها فنی آمادگی دیده ایستاده است. ما اون سنه 22 مشورتی آگوستی را برگزار میکنیم. بعد این در همه شهر و ناحیه ها این مشورت ها برگزار میگردن. معلم های فنی کارهای سکسیونی خود را مشورت های خود را میگذرانند و از نوگانی و برنامه های تعلیمی و دیگر چیزها همه این مسئله ها در آنجا بررسی میگردند و ما امید داریم که ما سال خانشه با یک سطح بلند آغاز میکنیم. ریاست معارف ولایت سوخ سال روان برای 12,000 نفر خواننده جای نشست آماده کرده است. از این رو گفته می شود که مکتب های حدود ولایت سوخ برای تحصیل نو خانش آماده هستند و میز و کرسی ها به طالب علمان بسندگی می کنند. مثلا در سال خانش نو به مؤسسه تعلیمی رقم 16 شهر خوجند تقریبا 130 نفر خوانندگان تحصیل را آغاز می نمایند. برای آنها میز و کرسی و شرایط تعلیم و تربیت در این مؤسسه فراهم است. را از تعمیر جوری برآورده شد و اینچنین شروع از ماه ایول انیخترش از 19 ایول سال جوری در مؤسسه ما یرمارکه فروش لباس های مکتبی تشکیل کرده شد و امروز باشد طبق نقشه ما باید که 666 مجموع لباس مکتبی خریداری کرده ما بود این حال باشد ما 820 عدد یعنی 820 مجموعه ما خریداری کرده شده عین حال ما در 120% لباس مکتبی اجرا کرده شد و میز کرسی های که برای جای نشست برای خوانندگان امروز در مؤسسه ما یگان معمول ندارد و اینچنین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر خوجند و اینچنین با دستگیری سرپرستان امروز میز کرسی های مؤسسه تعلیمی پوره از تعمیر برآورده شده و اینچنین برای 10 صنف خانه تعلیمی میزی کورسوی نو خریداری کرده شد. یعنی جای نشست در مؤسسه ما چی در صنفای یکم چی در صنفای بالایی باشد یگان معمو نداریم. مؤسسه تعلیمی رقم 16 شهر خوجند پر از تعمیر جوری برآورده شده است. یعنی مکتب برای آغاز سال خانش آماده است و تنها روزی تحصیل را انتظاری میکشند. این حالت در گیمنازی رقم 24 دیگرگون تر میباشد زیرا تعمیر جوری گیمنازی بیش از 95% را تشکیل میدهد. حالا متخصصان برای به اتمام رساندن کارهای تعمیری و ترمیم و از نوسازی برخی از اتاقهای کاری و سینفخانه ها کاربری را به انجام می رسانند. گیمنازی 24 برای سال تحصیل 2021-2022 آماده هست. گیمنازی 99% از تعمیر برآورده شده برای قبول خوانندگان تیار هستیم. در طرف قسم ابتدایی ما امسال سیستم یگانه گرمدهی گذرانده با همه شرایط ها مهیا هست. امسال در سال تحصیل 2021-2022 132 نفر خوانندگان صنف یک را ما قبول کردیم. عین حال تیاری دیستاده است صنف خانه ها را آموزگاران با ایانیت ها آرا داده استادن ما به قبول خوانندگان عزیزمان تیار هستیم. در این مؤسسه تعلیمی نزدیک 2000 نفر خواننده تحصیل می کنند. امسال بیش از 130 نفر خوانندگان صنف یکم قبول کرده می شود. برای این گروه پوره میز و کرسی و لباس یگانه مکتبی آماده شده است. والدین به طالب علمان با خواهش خود لباس را انتخاب می کنند که ارزش آن به معیار جوابگو می باشد. ماموریت این مؤسسه تصمیم دارند صنف های مخصوص فنی را تشکیل نمایند تا برای رشد فن های دقیق سهم گذارند. امسال بخشیده به عرفه جشن 30 سالگی ملی دولتمون استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم که باز یک سینفخانه نو بنیاد کنیم، سینفخانه لینگافونی برای خوانندگان
همه سینفو که به واسطه زبان خارجی می آموزم، زبان انگلیسی می آموزم و برای خوانندگان سینفوی ابتدایی یک سینف خانه کامپیوتری مجهز می گردانیم و در آغاز همین سال تحصیل ما یک سینف خانه سرود و موسیقی تأسیس دادیم با همه اشیاهای لوازماتی که اسباب‌های ملی در بر می گیرد. عموماً در سال تحصیل نو بسیار نقشه های جالب داریم و باوری دارم که با دست جمعونه با کاربری همه آموزگاران و کارگران همین مؤسسه ما به نقشه هایی که کشیده ایم حتما نایل می کردیم. در مؤسسه های تحصیلاتی ولایتی ساخت همه سالا پیش از آغاز سال خانیش نو مؤسسه ها از تعمیر جاری برآورده می شوند. این کارها به خاطر تجدید و از نوسازی آن براه مانده می شود تا طالب علمان در شرایط خوب و زمانوی به گرفتن تعلیم مشغول شوند. حالا بیش از 90% در مؤسسه های تعلیمی کارهای ترمیمی به انجام رسیده است. گزارش مفنوش کرو و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.